اهل سنت تقریبا 30% جمعیت ایران رو تشکیل میدن. اونچه از نتیجه انتخابات های گذشته برمیاد اینه که هرگاه این 30% از نامزدی حمایت کردن، اون کاندیدا رئیس جمهور شده. مثلا در سال 92 روحانی تقریبا 300,000 رای بیش از حد نصاب کسب کرد، در حالی که فقط تو بلوچستان 800,000 نفر به اون رای داده بودن. اما تو این انتخابات اوضاع متفاوته. رهبران مطرح اهل سنت فشارها رو به جون خریدن و از انتخابات حمایت نکردن. ابتدا کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان اعلام کرد که تو انتخابات شرکت نخواهد کرد. حاکمیت که دید کردستان از دست داده، نامه های جعل کرد که حاکی از حمایت مولانا عبدالحمید از ابراهیم رئیسی بود. وبسایت رسمی مولانا عبدالحمید در تکذیبیه نوشت اون از هیچ کاندیدایی اعلام حمایت نکرده. به نظر میرسه حاکمیت مشارکت بزرگترین اقلیت مذهبی کشور رو هم از دست داده و این یعنی سایه سنگین‌تر نعب ولایت فقیه.